توجه شما را به اخباری درباره بحران اوکراین جلب می‌کنیم. هرمان وان رامپوی رئیس شورای اروپا به همراه خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در پایان اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفتند ما تصمیم به تعلیق گفتگوهای دو جانبه با فدراسیون روسیه درباره مسائل مربوط به تسهیل ویزا و گفتگو درباره هر گونه توافق جدید گرفتیم، مگر اینکه روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج کند. دیوید کامرون در پایان نشست رهبران اروپا در بروکسل گفت روابط با روسیه دیگر نمیتواند عادی بماند و مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به سرعت ممکن است اتفاق بیفتد، مگر اینکه پیشرفتی در گفتگوها حاصل شود. در همین حال باراک اوباما در تماس تلفنی یک ساعته با ولادیمیر پوتین حضور نظامی روسیه در کریمه را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین دانست و به او گفت باید نیروهایش را به پایگاه‌های نظامی در کریمه بازگرداند، با دولت اوکراین وارد گفتگوی مستقیم شود و با استقرار ناظران بین‌المللی در اوکراین حضور حقوق روس تباران را تضمین کند. رئیس جمهور آمریکا در اقدامی عملی برای تحریم روسیه فرمان مسدود ساختن دارایی‌های کسانی که صلح، امنیت و ثبات اوکراین را تهدید کرده‌اند صادر کرد. اوباما گفت اگر این نقض قانون بین‌الملل ادامه یابد ما در عزم خود قاطع هستیم. همزمان وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد 6 جنگنده F-15 آمریکا برای تقویت گشت‌های هوایی در حوزه بالتیک در لیتوانی فرود آمدند. وزارت دفاع آمریکا پیشتر اعلام کرده بود همکاری‌های نظامی با لهستان، اوکراین و کشورهای بالتیک را افزایش می‌دهد. لهستان نیز اعلام کرد که قرار است آمریکا 12 جت جنگنده F-16 و 300 پرسنل را هفته آینده به این کشور بفرستد. در یک تحول دیگر، یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین وارد دوبلین پایتخت ایرلند شد و به نمایندگان اتحادیه اروپا گفت ما در حال تشکیل یک اتحادیه اروپایی هستیم و هیچ کس نمیتواند جلوی ما را بگیرد. در ادامه اقدامات تحریک‌آمیز روسیه، مجلس شبه جزیره کریمه روز پنجشنبه به پیوستن به روسیه رأی داد. رأی پارلمان کریمه احتمالاً باعث افزایش تنش در منطقه می شود. آخرین خبر این ساعت. تظاهرات مردم الجزایر به درگیری با نیروهای پلیس کشیده شد. آنها به کاندیداتوری عبدالعزیز بوتفلیقه برای دور چهارم ریاست جمهوری اعتراض کردند. پلیس 40 تن از تظاهر کنندگان را که اکثرا جوان بودند دستگیر کرد. آنها میگویند جمهوری اعتراض کردند. پلیس 40 تن از تظاهر کنندگان را که اکثرا جوان بودند دستگیر کرد. آنها میگویند بعد از 15 سال حکومت بوتفلیقه باید کنار برود. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان می‌رسد.